اما با نیلوفر و ابراهیم همکارم از پاریس محل برگزاری این بازی ها نیلوفر تلا پس گرفته شد به خاطر حرکت غیر اونطور که گفته شده و پرچمی که نشون داد بیت سیاه رسانه های فرانسه چطور واکنش دادن به این موضوع اینجا که خیلی در ایران در واقع خیلی واکنش داشته در فرانسه خبر رو پوشش دادن به این شکل که بیشتر دلیل در واقع حذف او و ردش در مسابقات به دلیل بالا بردن پرچمی غیر از پرچم رسمی و مورد تایید در واقع فدراسیون پارالمپیک سازمان های بین المللی و به همین دلیل که او حذف شده با وجود اینکه اعتراض های از طرف تیم ایران صورت گرفته اما پذیرفته نشده در نهایت و به همین دلیل مدال طلای او به ورزشکار هندی که بعد از او بوده تعلق گرفته دیدم که در رسانه های هندی هم بسیار باستاب داشته و بهش پرداختن دقیقا به همین دلیل ولی موضوع اینه که اونطور که خودشون میگن خود تیم در واقع دو میدانی پارالمپیک ایران توضیح داده دو اختار رو گرفته در مورد حالا حرکت غیر ورزشی که انجام داده در رسانه, های در رسانه های فرانسوی کمتر بهش اشاره میشه حرکتی که ابتدا در واقع کارت زرد به گفته مسئولان ایرانی به همراه داشته براش تو تصاویرم میبینیم موقع شادی کردنش وقتی که دستش رو از زیر گردنش رد میکنه به شکل سربریدن کسانی که همراهشن مربیانش بهش اشاره میکنن که آرامتر آرامتر و سعی میکنن که جلوی او رو به نظر میرسه بگیرن برای شادی کردن و چیزی که حالا مربیش گفته که به دلیل شکستن رکوردش بوده و این رو تعبیر به این کرده که ورزشکاران وقتی یک رکوردی رو میشکنن دستشون رو از جلوی صورتشون حرکت می رد میکنن یعنی که رکورد شکوندن ولی این تعبیر شده به سربریدن و به همین دلیل کارت گرفته و بعد از اون پرچمی رو از داخل کیفش در میاره رسانه های فرانسه میگن پرچم مشکی که روش نوشته های غیر قابل خواندن به عربی بوده و مشخص نیست که چه پرچمی بوده و به همین دلیل این پرچم مذهبی بوده که باعث شده که مدال او پس گرفته بشه ازش و در واقع حذف بشه از مسابقات چیزی که خب ناراحت کننده است میتونیم بگیم برای خودش در مصاحبه که بعد از این اتفاق پخش شده در رسانه های جمهوری اسلامی و می نیم در حال گریه کردن و ناراحتی از اتفاقی که افتاده و مربیانش هم میگن که حتی به ورزشکاران پرچم جمهوری اسلامی رو هم نمیدن که با خودشون داخل زمین ببرن و این پرچم بعد از اون در اختیارشون قرار میگیره ولی آیه سیا خودش در واقع در اقدامی خود جوش با وجود اینکه بهش گفته شده بوده که نباید چنین کاری انجام بده اونطور که حالا توضیح دادن این پرچم رو از کیفش در میاره و بعد از اون که در واقع حذف میشه در رسانه های فرانسه باستاب داشته در رسانه های دیگه هم همینطور ورزشکاران دیگه ای هم به دلایل دیگه قبل از این حذف شدن ولی اولین باره که به دلیل پرچم میتونیم بگیم در این دور از مسابقات کسی حذف میشه ممنون از نیلوفر و توضیحات کاملی که در این رابطه داشتین نیلوفر پور از پاریس